رمضان المستبين جاء بالنور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. در آیات گذشته ذکر میثاق و پیمان یهودیان بود که از آنها پیمان گرفته شد و آنها پیمان را شکستند، بر تعهدی که با خدا بستند بر اون تعهد عمل نکردند، پایبند نبودند. اون یک پیمان خاص بود و از این آیاتی که تلاوت گردید به یک پیمان عام اشاره هست که این پیمان از یهود تنها گرفته نشد، بلکه این پیمان از همه انسانها و بنی آدم گرفته شد، که این پیمان معروف هست به پیمان الست، اونجایی که الله فرمود الست به ربکم، و این عالم معروف هست به عالم ذر یا عالم ذر، اونجایی که انسان ها بعد از این پیمان، بعد از تخلیق آدم علیه صلات و السلام است، بعد از اینکه الله عز و جل آدم را خلق فرمود و در این میدان و در این وادی بر پشت آدم زدند و تمام ارواح تمام ذریه آدم، اونهایی که قرار است از طریق صلب آدم اونها به دنیا بیایند و متولد بشوند، همه اون ارواح در اون وادی حاضر شدند و اون ارواح در طوری که بعضی اهل تفسیر نوشتند در کالبد مورچه های بسیار کوچولویی که اون مورچه ها بیشتر به ذر معروف هستند، در کالبد اون مورچه ها یا به شکل اون مورچه ها در اون میدان همه قرار گرفتند و الله عز و جل آنگونه که لایق هست به ذات او، الله تعالی بر همه اون ارواح تجلی فرمودند و خود را نشان دادند و اونجا از اونها اقرار گرفتند بر ربوبیت خودش، الست بربکم. خداوند عز و جل وقتی که این اقرار را گرفتند همه اقرار کردند و الله تعالی فرمودند که بعدن من انبیا را می فرستم که این وعده را به شما یادآوری کنند. حال سوال اینجا هست، وعده ای که بیاد هیچ یک از ما نیست، اون وعده چطور بر اساس اون وعده ما موظفیم که باید عمل بکنیم؟ وعده ای که در ذهن انسان نیست،
علما نوشتن مفسرین که این وعده مثل همون هست که هر یک میداند، یقین دارد و باور دارد که 4 ماه در شکم مادر بوده، ولی هیچ کس 4 ماه نه 9 ماه در شکم مادر بوده، اما هیچ کس بیادش نیست، ولی به این یقین دارد. به اون وعده هم یقین داریم به دلیل اینکه در اون وعده الله تعالی وقتی که تجلی فرمود و خود را نشان داد به ارواح، معرفت و شناخت پروردگار حاصل شد. الان هر کسی از بندگان بر اساس همون شناخت و همون معرفت اگر در مسیر حق قرار بگیرد، در مسیر الله قرار بگیرد، مطمئن میشه، آرامش میگیرد و احساس میکند که بالاخره راه درست را انتخاب کرده. بنابراین یک چنین شناختی و معرفتی برای انسان حاصل شده و الله تعالی اون وعده را و اون میثاق را بیان میفرماید. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، وقتی که ربت از بنی آدم از پشتش الله تعالی گرفت وعده ذریتهم، یعنی از اولاد اونها، و اشهدهم على انفسهم، آنان را بر انفسشان بر جانهایشان گواه قرار داد و فرمود الست بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ قالوا بلا، همه اونجا اقرار کردم به ربوبیت رب. و اینجا انسان گرچه اون وعده را بیاد ندارد، اما اینجا انسان هم پی میبرد که این همه احساناتی که نسبت به من میشه اون رب هست که انجام میده. و انسان به این باور رسیده، اکثر انسان ها، که پروردگار هست، خدای عز و جل هست. میبینید که اکثر انسان ها گرچه فسق غالب هست، بدعملی غالب هست، ناسپاسی و حتی کفر، اما خدا را قبول دارند، خدای عز و جل را اکثر انسان ها قبول دارند. اونایی که کلن منکر خدا هست اونا خیلی خیلی اندکند. اکثر انسان ها چه یهود باشند، چه مسیحیان باشند، چه هندوها باشند، چه بودایی ها، زرتشتی ها، مجوسی ها، همه اینها خدا را قبول دارن. خب این قبول داشتن و باور داشتن بر اساس همون وعده‌ای که در ذهن انسان این متمرکز شده و جای گرفته که خدایی هست، در حالی که بقیه احکام را اکثر قبول ندارند، اسلام را اکثر قبول ندارند، دین حق را اکثر قبول، اما نفس خود خدای عز و جل را، ذات الله را اکثر باور دارند، قبول دارند، هر چیز را از خدا میگیرند. لذا الست بربکم، آیا من رب شما و پرورش دهنده شما نیستم؟ قالوا بلا، بله شهدنا، ما گواهی می دهیم. لذا الله عز و جل حکمت این میثاق را بیان می فرماید، ان تقولوا یوم القیامه، تا اینکه نگویید در روز قیامت انا کنا عن هذا غافلین، یا اینکه لئلا تقولوا، یا کراهیت ان تقولوا، این وعده را گرفتیم بخاطر اینکه نباشد که بگویید روز قیامت انا کنا عن هذا غافلین، ما از این غافل بودیم، یعنی از ذات الله عز و جل، از توحید خدا، یا اینکه شرک بکنی چون اون وعده بر ربوبیت هست، دیگه ربی نیست، بر توحید است، یا شرک بکنید و بعد بگویید که پدران ما کردن، او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، یا که بگویید شریک گرفتند، شرک کردند پدران ما قبل از این، و کنا ذریتا من بعدهم، و ما اولاد اونها بودیم، ما نسل اونها بودیم بعد از آن، افتهلکنا بما فعل المبطلون، آیا ما را هلاک میکنی و نابود میکنی به سبب آنچه که اهل باطل از ما انجام دادند، انسانهای باطل انجام دادند؟ اینطور وقتی نگویید که اونها قبلا بر باطل بودن، ما هم مجبور بودیم تقلید بکنیم، نه، هر یکی جداگانه وعده داده، جداگانه سوال میشه. و حال الله عز و جل
اینجا منت خودش را و احسان خودش را یادآوری می فرماید که ما این آیات را اینگونه مفصل بیان می کنیم تا مردم متوجه بشن، بیادشون بیاد اون وعده و از شرک برگردند. و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون، اینگونه ما مفصل بیان می کنیم آیات را، یعنی واضح و روشن بیان می کنیم شاید آنها برگردند. برگردند از چی؟ از شرک برگردند. و حال الله عز و جل نمونه از وعد شکنی، از عهد شکنی بیان می فرماید. نمونه ای که این نمونه نمونه معمولی نیست، یک فردی که به ظاهر عالم هست، یک فردی که به ظاهر عابد است، مستجاب الدعوات هست، اما وقتی که عهد را میشکند میبینیم که به چه بلایی گرفتار میشه. در رابطه با این فرد درباره اسمش میگویند که بلعم ابن باعورا معروف هستی، عالمی بود از علمای بنی اسرائیل در عهد موسی علیه السلام که مستجاب الدعوات شده بود، هرگاه دست بلند میکرد دعایش قبول میشد، اما وعده را شکست. خدای عز و جل این همه احسان و لطف به او کرده بود در راه خیر، در راه نیک باشد، اما مردم بنابر اختلافی که در رابطه با اون موضوع زیاد در تفاسیر شفافیت وجود ندارد، مردم به او مراجعه کردند که بر علیه موسی دست به دعا بلند کند، لذا او دست به دعا برداشت و بر علیه موسی دعا کرد. الله عز و جل او را به عذابی گرفتار کرد که در همین دنیا زبانش از دهانش بیرون آمد و مثل سگ تشبیه داده قرآن به سگ، زبانش از دهانش خیلی بیرون بود و نفس میزد و یه حالت بدبختی خاصی به خود گرفته بود. الله تعالی می فرماید این را بخوان و بیان کن و نمونه نقض عهد را توضیح بده. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، تلاوت کن بر آنان خبر اون کسی را که ما دادیم به او آیاتمون را، یعنی علم شریعت به او دادیم، علم دین دادیم. فانسلخ منها، اون پیمان را شکست و از آن در رفت، یعنی خارج شد. فاتبعه الشیطان، نتیجه انسلاخ خارج شدن، شیطان او را دنبال کرد. فکان من الغاوین، از گمراهان شد. ولو شئنا لرفعناه بها، الله می فرماید اگر ما می خواستیم او را بلند می کردیم. به سبب چی؟ به سبب همین آیات خودمان که به او داده بودیم، اما او وعده را شکست و او ماندگاری در زمین را، یعنی دنیا را و حب دنیا را ترجیح داد. ولكنه اخلد الى الارض، اما او در زمین همیشه ماند، یعنی همیشه ماندن را ترجیح داد. و اتبع هوا، او دنبال کرد هوای نفسش را، خواهشات نفس را. کسی که دنبال خواهشات باشد، این شکستن وعده هست. هرچند عالم بزرگی باشد، هرچند مستجاب الدعوات باشد، او مطرود میشه، او ملعون میشه. فمثله كمثل الكلب، این جزای او هست، جزای اولش در ذلت. فمثله كمثل الكلب، مثال او مثل سگ هست. سگ را ببینید یک عادتی دارد که همیشه زبانش بیرون هست و نفس میزند. اگر او را تحریک بکنی به چیزی و او را در واقع تهییج بکنی، هیجانی در او ایجاد بکنی، بگی که بگیر فلان دشمن را، هم عرض کنم که اون زبانش بیرون هست و نفس میزند. اگر بهشکار داشته نباشی آرام بگیرد در سایه بخوابد، هم زبانش بیرون هست، یعنی در هر صورت اون زبانش بیرون هست و نفس میزند. لذا الله میفرماید ان تحمل علیه یلهث،
اگر بر او تحریکی حمل بر عرض کنم که سگ به معنی بار کردن نیست، سگ از اون حیواناتی است که بر او چیزی بار نمی کنند، بر او کسی سوار نمیشه. این به معنی تحریک کردن هست، به معنی او را بر یک چیزی تحریک بکنند که فلان چیز را مثلا فلان شکار را بگیرد یا دزد را تعقیب بکند. اون یلهث، یلهث لحس میگویند خارج شدن زبان از دهان و نفس نفس زدن. او تترکو یلهث، یا او را ترک بکنی به حال خود بگذاری هم یلهث، زبانش بیرون است و نفس نفس میزند. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، این هست مثل و صفت قومی که تکذیب می کنند آیات ما را، مثل اهل مکه. اونها حالشون همین است، یعنی اونها هم پیمان را شکستند. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، پس بیان کن واقعات را، احوال را، احوال گذشتگان را، شاید اینها فکر کنند. احوال گذشتگان را برایشون بیان کن، شاید اینها بیندیشند، فکر کنند که اینها هم دارند بیراه می روند. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، بسیار بد است صفت اون قومی که تکذیب کردند آیات ما را، تکذیب کردند. و انفسهم کانوا یظلمون، آنها بر نفسشان ظلم کردند، بر خودشان ظلم کردند. من یهد الله فهو المهتدی، مهتدی هر کسی را که الله هدایت کند به دلیل انابت و حق طلبی، او بر هدایت است. و من یضلل، و هر کسی را که گمراه کند، اینجا می نویسی به دلیل عناد، فاولائک هم الخاسرون، این گروه خاسرون هستند، اینها در خساره ابدی و سرمدی واقع شدند. و اینها خودشون را برای جهنم دارند آماده می کنند، چون که ما برای جهنم خیلی را آماده کردیم، مهیا کردیم. اینها کسانی هستند که به خاطر عناد خودشان خود را از هدایت محروم کردند، مهر جباریت خوردند. لذا این مثالی هست و این در واقع تلنگری هست برای مردم مکه که مثل اینها نباشند، اهل عناد نباشند، اهل انابت و توفیق باشند. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا، همانا ما آفریدیم، ذرعنا ای خلقنا، برای جهنم بسیاری از جنات و انسان ها را. اینها مگر در دنیا نبودند؟ آیات خدا را ندیدند و عرض به خدمت شما که نشنیدند در رابطه با پیام خدا؟ الله می فرماید لهم قلوب لا يفقهون بها، برای اینها قلوب هست، دل هست، اما به وسیله آن نمی فهمند، چون مهر خورده. ولهم اعین لا یبصرون بها، و برای آنان چشم هست، اما نمی بینن به وسیله آن چشم ها. ولهم آذان لا یسمعون بها، و برای آنها گوش هست، گوش های هست، اما نمی شنوند. اولائک کالانعام، اینها در بی توجهی نسبت به خدا، نسبت به توحید، نسبت به قیامت مثل چارپایان هستند، بلکه گمراه تر از چارپایان، از اونها هم بدبختر. بله، اولئک هم الغافلون، این علت است، چون که اینها غافلان هستند، اینها کلا دلشون مرده، دلشون غفلت داره و هیچگاه متوجه نمی شوند. پس متوجه شدید که کسی که میثاق را بشکند، پیمان را بشکند و بعدن به رسولان خدا، به مبلغان از سوی خدای عزوجل توجه نکند، اون انسان نه دلش کار میکنه، نه چشمش کار میکنه، نه گوشش کار میکنه، نه چشمش، همه حواسش را از دست داده و مثل حیوان میماند.
که حیوان فقط نگاه میکند با دوتا چشمش و گوش میکند، دیگه هیچ متوجه نمیشه. اینم تا آخر از هدایت و از دین و ایمان محروم میماند. حال یک نکته خدمت شما عرض کنم، اینجا مفسران بحث کردن به صورت کوتاه، من ده عرض میکنم اینه که الله عز و جل برای اون وعده انبیا را فرستادند که انبیا مطلب را برسانند، اما کسانی که در زمان فترت بودند، منظور از زمان فترت فاصله بین دوتا پیغمبر، که پیغمبر اول اون پیغمبر قبلی فوت کرده رفته، پیروانش هم باقی نماندند، دعوتش باقی نمانده، تمام اثر پیغمبری و رسالت و دعوتش از بین رفته، هیچ کس نیست که الان به سوی اون دعوت بده، و پیغمبر بعدی هنوز نیامده. این زمان را میگن زمان فترت، یعنی بندش وحی و بند شدن پیغمبران. کسانی که در زمان فترت زندگی میکردند یا در قله کوهی زندگی میکردند، از دنیا خبر نداشته که در این دنیا پیغمبر آمده، مردم را راهنمایی کرده و یادآوری کرده که چنان وعده ما داریم با پروردگارمان و باید که خدا را عبادت کن. بس تکلیف این چی میشه؟ و این فرد و این افراد اگر بر دین باطلی هم نبودند، بر دین شرکی نبودند، بر دین کفری نبودند، اما خدا را هم نشناختند، چون هیچ پیغمبری نیامد و یادآوری بکند اون وعده را. درباره اینها بعضی معتقدند که اینها را خدای عزوجل عذاب نمیده. البته زیاد اقوال درباره اینها هست که ما اگر همه را دنبال کنیم سرگردان هم میشیم، ولی من یکی دو تا قول که قوی تر هستند عرض میکنم. بعضی معتقدند که اینها را خدای عزوجل عذاب نمیده، چون که در قرآن کریم داریم غالبا در سوره بنی اسرائیل است، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمیدهیم حتی که رسول بفرستیم، پیامبر بفرستیم. لذا برای اینها پیامبری نیامد، اینها خبر نداشتند. پیامبری که در گذشته آمده هم او دعوتش به اینها نرسیده، اینا هیچ اطلاعی از دین ندارند. اما بعضی دیگه میگویند که نه خیر، اون که درباره عذاب هست ما عذاب نمیدیم، اونجا ما اگر سیاق و سباق آیه را نگاه بکنیم در دنیا است، در دنیا ما کسی را عذاب نمیدیم. و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، درباره هلاک قریه و هلاک شهر هست که مردم فسق میکنند و بعد میفرمایند ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قبل از این میفرماید. پس اون درباره عذاب دنیا است، درباره عذاب آخرت چیزی نیامده. لذا نظر دوم، قول دوم اینه که اینها درباره حقوق الله سوال نمیشن، چون درباره حقوق الله خدای عزوجل برای اینها هیچ برنامه ریزی و بندبستی نفرموده، و عقل تنها اینکه انسان برود و خدا را بشناسد و بعد خدا را به شکل خاصی عبادت کند، خب این با عقل کار نداره، عبادت با شرع و با نقل کار داره. لذا در رابطه با اینها همین هست که روز قیامت اینها از قبرها بلند می شوند و بعدش درباره حقوق العباد اگر به هم دیگه ظلم کردند اینها مؤاخذه می شوند. بعد از اینکه اون مؤاخذه حقوق العبادی تمام شد، خدای عزوجل اینها را دوباره می کشد و از بین می برد، تبدیل به خاک می شند و اینها اونجا جزا و عذابی برای اینها نیست، چون در رابطه با خدا اینها هیچ تکلیفی نداشتند. بعضی دیگه معتقدند که نه، انسان الله عزوجل برای هدایت انسان و برای فهم انسان تنها پیغمبر نمی فرستد. اولا
الله تعالی می فرماید که ما چشم و گوش و زبان و عقل دادیم، باید انسان اینطور خدا را درک بکند. بعد از اون الله تعالی می فرماید که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، این عالم کون، انسان باید از اینجا خدا را بشناسد. یعنی از آیات پیرامون ما و اطراف ما کم نیست، انسان را عقل هم داده و این کائنات و عالم کون هم در جلوی انسان هست. از این انسان باید به وجود الله پی ببرد و به خدا قائل باشد و در دلش اون ذات خدای عزوجل باشد. الان شریعت درسته برای اینکه چطور عمل بکنیم، خدا را چطور سپاسگزاری بکنیم، برای این لازم است که نبی بیاید، این با نقل کار دارد، ولی به خدا رسیدن با عقل هم کار دارد. لذا بهتره میگویند که سکوت بشه، چون در قرآن و سنت درباره اینها چیزی نیامده. بعضی دیگه البته این قول ضعیف است، معتقدند که این افرادی که در فترت زندگی کردند و هیچ پیامی به اونها نرسیده، یا در دامنه کوهی زندگی کرده و هیچ خبر نداشته از دنیا که در این دنیا انسانهای زندگی می کردند، خیلی ها بودند اینطور و پیامبرانی آمدند به انسان راه و رسم زندگی را نشان دادند، از این مسائل اگر خبر نداشته میگه اینها جز اصحاب اعراف هستند. اما این قول ضعیف است از این جهت که اصحاب اعراف همیشه در اعراف نمیمانند، اونا در یک وقت موقتی میمانند، بعدا اینا به بهشت منتقل داده میشوند. بنابراین بهتر همین نظر صائبتر و صحیحتر اینه که در رابطه با اینها چون توضیحی نیامده، لازم نیست ما هم بدونیم، سکوت بشه بهتر است. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الله عز و جل می فرماید برای الله است، فقط برای الله است نام های زیبا. مراد از نام های زیبا صفات زیبای الله عز و جل است که این صفات به اسماء الحسنا یاد می شوند. در حدیث شریف آمدن که این اسماء حسنا 100 تا هستند، یکی کم، یعنی 99 تا، که هر کسی این 99 تا را حفظ بکند و در دلش باشد او مغفرت میشه. همین اسماء حسنایی که در اول مصاحف و قرآن ها چاپ شدند و بعضی ها بیشتر از این هم گفتند. صفات الله معروف این هستند، خیلی زیادن، بعضی 5000 تا گفتند. بالاخره الله می فرماید که الله را فریاد بزنی به وسیله آنها، این برای بیان جواز توسل هست که توسل جائزه که انسان الله عز و جل را با اون صفاتش فریاد بزند، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ارحم الراحمین. لذا به وسیله اسماء حسنا خدا را فریاد بزنید. و ذروا الذین، یا اینکه اون صفاتی که اون صفات برای مشکل کشایی هستند، برای حاجت روایی هستند، برای نفع و ضرر هستند، و بگذارید کسانی را که یلحدون فی اسمائی، کجروی میکنند در اسماء الهی. کجروی میکنه یعنی این صفات را برای غیر خدا چی میکنند؟ اثبات میکنند. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب آنان جزا داده می شوند، به کیفر عملشون می رسند اون چی که عمل کردند، یعنی شرک کردند اسماء الهی را، صفات الهی را برای غیر خدا اثبات کردند. اما و ممن خلقنا امت یهدون بالحق، انسانهای موحدی هم هست، انسانهای عابد و شاکری هم وجود دارد از آنهایی که ما آفریدیم، امت و گروهی هست که یهدون بالحق، به حق راهنمایی میکنند، و بهی یعدلون، و به همون حق اونها فیصله میکنند، عدالت میکنند. ای یحکمون فی الخصومات فیهم، در میان جدل ها و اختلافات در میان خودشان به حق فیصله میکنند، یعنی اونها منصفند، عادلند، اهل حق هستند. اما اینجا سؤالی هست که اونهایی که الحاد میکنند در اسماء الهی، اونهایی که شرک میکنند، کفر میکنند،
به پاداش عملشون میرسند. الله تعالی فرمود، اما در همین دنیا میبینیم که اونها خیلی کارها وفق مرادشان، طبق میلشان پیش میره. کافر هست، مشرکه، ولی هر چیزش دل بخواه هست، طبق دلش و طبق خواستنش برش انجام میگیرد. الله عز و جل میفرماید اینهایی که تکذیب کردن آیات ما را، ما اینها را چکار میکنیم؟ سنستدرجهم، این دفع شبهه هست بر تأخیر عذاب، که خدا خب چرا اینها را مؤاخذه نمی کند؟ چرا عذاب نمیده؟ عذاب نمیده بماند که اینها روز به روز پیشرفت دارند، روز به روز ترقی دارند، روز به روز اینها هستند که در دنیا حرف اول را میزنند. الله میفرماید تدریجا ما اینها را میبریم، از اون جهتی که خودشون هم نمیدانند. تدریجا کجا میبریم؟ به سوی عذاب. یعنی خدای تدریجا به سوی عذاب بردن این معنایش که خدای تعالی اونها را مؤاخذه نمی کنه بر گناهانشان، اونها جری میشند، جریتر میشند، بیشتر جرات پیدا میکنند. و بعض هنوز هرچی که میخواد طبق میلش پیش میره، فکر میکنه که من مسیرم حق، آخر از نظر کفر، از نظر شرک به اون اوج و قله بالایی میرسد، ناگهان عذاب خدا میاد. پس خدای تعالی اونها را میگذارد تا به قله کفر و شرک برسند، به درجه نهایی برسند. لذا میفرماید که لیس المطلوب الا تدرجهم فی مدارج المعاصی سنستدرجهم، یعنی مطلوب چیزی دیگر نیست مگر تدریجا بروند در اون مدارج بالای گناه، در طبقات بالای معصیت و سرکشی. الى ان يحق عليهم كلمه العذاب الاخروی و الدنیوی، تا اینکه مستحق عذاب اخروی و دنیوی به صورت اتم و اکمل بشند. على ما قيل على افظع حال واشنعها، چنانچه گفته شده که به بدترین حال و شنیترین و فجیترین وضعیت گرفتار بشوند. و ادرار النعم وسيله الى ذلك، نعمت ها را بر اونها ریختن، بر اونها فراوان کردن، این وسیله ای هست برای اینکه به بالاترین مدارج گناه برسند. چون وقتی که همه نعمت ها برایش فراهم بشه، هیچ کمبودی نداره، هیچ مشکلی نداره، هیچ فکر هم نمی کنه که من چرا مشکل دارم، هی به جلو میره، به جلو میره، تا اینکه به مدارج عالیه گناه و معصیت قرار میگیرد. لذا الله می فرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، تدریجا آنها را ما میبریم از اون جهتی که نمیدانند. و املی لهم، و من مهلت میدهم آنها را از عذاب، یعنی عذاب برایشون نمیارم، مهلت میدم. ان کیدی متین، همانا تدبیر من، کید من بسیار محکم است، یعنی آخر سخت میگیرم، دیر و گیرد، سخت و گیرد مرد تو را. اولم یتفکروا، بعد از این آیات بلیغ و آیات روشن، الله عز و جل سرزنش بیان می فرماید، زجر بیان می فرماید برای کسانی که هنوز حقانیت این رسول را تشخیص نمی دهند و مطالب زیبایی که این رسول بیان می کنه به اون مطالب فکر نمی کنند و حتی به این هم فکر نمی کنید. الله می فرماید که این پیغمبر شما جنون ندارد؟ بله. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه، آیا اینها فکر نمی کنند که صاحب اینها، یعنی رفیق اینها، همراه اینها، کسی که این همه سالها مصاحبت کردن با او، ما به من جنه، هیچ نوع جنون در او نیست؟ معنیش اینه که آیا ندیدن این همه سالها که قبلا هم عرض کردم چرا خداوند می فرمه ما به صاحب کم در سوره نون فرمود و اینجا هم می فرماید که ما به صاحب هم،
کلمه صاحب نفرمود ما به نبیهم ما به رسولهم، کلمه صاحب که می فرماید معنیش اینه که دلیل عدم جنونش همین مصاحبت خود شماست، همراهی خود شماست. 40 سال در میان شما زندگی کرد، در این 40 سال آیا یک حرکت دیوانگی دیدی؟ آیا یک بار دیدی که حرکت نامناسبی حتی و حرکت سبوکی و نابخرد من حرکت نابخردی بر از او سر بزند؟ یک بار حتی مشاهده کردی؟ ما به صاحبه من جنه. لذا به چه نتیجه می رسیم که این مجنون نیست العیاذ بالله اونطوری که دشمنانش میگن؟ پس این چیه؟ این هو الا نذیر مبین، این نیست مگر ترساننده آشکاری هست که می ترساند از عذاب خدا. و الله عز و جل باز هم بر این منکرین زجر بیان می فرماید، می فرماید شما در عجایب آسمان ها و زمین نگاه نمی کنید، فکر نمی کنید؟ چرا فکرتون را بکار نمی برید؟ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، آیا اینها نگاه نمی کنند، اینها نظر نمی کنند در عجائب آسمان ها و زمین؟ وما خلق الله من شيء، و آیا نگاه نمی کنند به آنچه که الله خلق فرموده از هر چیز؟ به همه مخلوقات عجیب و غریب رب العالمین اینها فکر نمی کنند؟ و آیا به این هم فکر نمی کنند که و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، و اینکه نزدیک است که اجلشان برسد، ممکن است که اجل اونها نزدیک باشد، مرگ اونها نزدیک باشد، اگر بعد از مرگ پرسش و پاسخی باشد چه جوابی بدهند؟ لذا اینا چرا فکر نمی کنند؟ فبأي حديث بعده يؤمنون، اگر آنها منتظرن که کلام دیگه، سخن دیگه، موعظه دیگه برای آنها بیاید، به چه سخنی، به چه حدیثی بعد از این قرآن میخوان ایمان بیاورند؟ این قرآن اینقدر بلیغ است، واضح است، مذکر است، همه چیز را بیان کرده و تذکر داده، بس اینها فکر نمی کنند؟ اینها گمراهی مقدرشون هست، و هر کسی که در تقدیرش و مقدرش گمراهی باشد او را هادی نیست، کسی نیست که او را هدایت کند. من یضلل الله فلا هادی له، هر کسی را که الله گمراه کند نیست هادی برای او، هدایت کننده نیست. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، آنها را می گذارد، یذرهم الله می گذارد در سرکشیشان، اونها کوردل باشند، سرگردان باشند، ازا الله اونها را مهلت میده، هیچ کسی نمیتونه او را هدایت کنه و او فعلا در مهلتش به سر میبرد. و بعد اینها به تمسخر و استهزا میپرسیدند که اون قیام قیامت کی هست، برپا شدن قیامت کی هست؟ یسالونک عن الساعت ایان مرساها، شما را سوال میکنن از قیامت که کی هست قائم شدن اون، کی هست برپایی آن. الله میفرماید شما جواب بده، اینجا چند تا جواب هست که در واقع اینها چند تا دلیل هست بر اینکه علم قیامت را غیر از خدای عزوجل کسی نمی داند. علم قیامت جز مغیبات 5 هست که لا یعلمهن الا الله، غیر از الله عزوجل کسی آنها را نمی داند. لذا الله می فرماید قل انما علمها عند ربی، اولین چیز بگو علمش رب نزد رب من هست، هیچ کسی دیگه علم او را نمی داند. دومین مطلب لا یجلیها لوقتها الا هو، یعنی روشن نکرده وقت اون را
واضح نکرده برای هیچ کسی، یا واضح نیست و روشن نیست لوقتها، یعنی فی وقتها، در باره وقتها، الا هو مگر الله. برای الله روشن است، برای الله اون واضح است، برای کسی دیگه نیست. و سومین نکته، ثقلت فی السماوات والارض، سنگین است در آسمان و زمین. یعنی چه؟ ثقلت معنی خافت، مخفی هست علم اون بر اهل آسمان و زمین. یعنی علم قیامت بر زمین و آسمان و تمام مخلوقات خیلی اهمیت دارد و خیلی هم سنگین است، چون قیامت که بیاید نه آسمانی میماند، نه زمینی میماند، نه کوی، همه تکه پاره میشوند، خورشید و ماه و ستارگان همه بی نور میشوند و میافتند. پس سنگین است، هر یکی هم تمنای علم اون را دارد، میخواهد بدوند. حتی ملائکه، ای کل من اهلها، هر کسی که اهل آسمان ها و زمین است، اهل زمین انسان و جن است و اهل آسمان فرشتگان هستند، کل من اهلها من الملائکه و الثقلین، همه شأن الساعه، همش قیامت است و امر قیامت است. و یتمنى ان یتجلى له علمها، و دوست دارد که علمش برایش روشن بشه. و یشق علیه خفاوها، این که قیامت مخفی هست، بر او چی هست؟ سخت است، هر یکی دوست دارد. ثقلت والمراد کبرت و عظمت على اهلها، این تفسیر مدارک بود که خواندی، و این مال آلوسی هست. کبرت و عظمت على اهلها حيث لم يعلموا وقتها، وقت وقوعها، روح المعنی. لذا خیلی سنگین است بر همه اهل آسمان و زمین. و نکته چهارم، لا تأتیکم الا بغتا، اون قیامت نمی آید پیش شما مگر ناگهان می آید. یسألونک کأنک حفی عنها، از تو ای پیغمبر سؤال می کنن گویا تو عالم هستی نسبت به آن. نزا پنجمین جواب، قل انما علمها عند الله، جواب بده که جزی نیست که علمش نزد الله هست. این تأکید مجدد است که علمش الله عز و جل می داند، اما اکثر مردم نمی دانند. اکثر مردم نمی دانند یعنی بعضی می دانند؟ بله بعضی می دانند. چرا اکثر مردم نمی دانند؟ این حکمت را که چرا علمش پیش خدا است و پیش خلائق نیست، این را اکثر مردم نمی دانند که چرا علمش را به فرشتگان نداده، چرا علمش را به پیامبران نداده، الله نداده. حتی الله عز و جل به موسی، وقتی که موسی را مبعوث می فرماید ان الساعه آتیه، تو سوره طه می خوانید، ان الساعه آتیه اکاد اخفیها، قیامت می آید و نزدیک است که اون را من مخفی کنم. بعضی مفسری میگن چنان مخفی کنم حتی از خودم، یعنی هیچ کس علم قیامت را داشته نباشد. این مبالغه است نه؟ اون را من پنهان کنم، مخفی کنم. پس الله عز و جل علمش را نداده، اما اکثر مردم نمیدانن که چرا نداده. قل انما علمها عند الله. ما آلوسی نوشته و انما اخفى سبحانه امر الساعه لاقتضاء الحكمه التشريعيه، خداوند علم قیامت را مخفی کرده به خاطر اقتضای حکمت شرع. چون انسان وقتی که بداند یه چیزی را، تاریخی را بداند، مطمئن تر میشه، مینشیند و دلجمع کاری نمی کند. اما وقتی که نداند، هر آن و هر لحظه چیه؟ هر لحظه به فکرش میشه که یک هو نیاد. لذا میفرماید که و انما اخفى سبحانه امر الساعه لاقتضاء الحكمه التشريعيه، برای اقتضاء حکمت شرعی. و ذلك فانه ادعى الى الطاعه، این باعث طاعت بیشتری میشه و ازجر عن المعصيه،
از معصیت بیشتر انسان را چی میکند؟ دور میکند. همین باعث میشه ما بهتر آمادگی بکنیم. اگر بدانیم که بعد از مثلا 2000 سال میآید، الان انسان هیچ از قیامت حتی نمیترسد. میگه یک استاد فن منطق و فلسفه بود، خیلی ماهر بود و هر شاگردی را نمیپذیرفت. یک شاگرد بسیار ذکی نابغه پیشش رفت با سفارش، گفتن این شاگرد را درس بده. گفت من یک شرطی دارم، اون اینه که من هر وقتی امتحان بگیرم قبلا اطلاع نمیدم، باید همیشه آماده باشد برای امتحان. اون شاگرد پذیرفت که باشه من همیشه آمادگی میکنم. خلاصه این استاد شاگرد را درس داد، 7-8 روزی گذشت. همون روزهای اول ناگهان یک روزی گفت که بیار میخوام امتحان ازت بگیرم. این شاگرد نمیدونست اینطور زود امتحان میگیره. این فکر کرده بود که خوب درس بره، بده کتاب جلو بره، بعدن امتحان میگیره. این هیچ آمادگی نکرده بود. وقتی که امتحان ازش گرفت چیزی بلد نبود. استاد بهش گفت که تو آمادگی نکردی، تو شرط من را رعایت نکردی، من دیگه درست نمیدم، برو از کلاس من بیرون. او هر چه التماس کرد، چون احساس میکرد چه استاد نابغه‌ای هست، چه علم خوبی دارد، هر چه التماس کرد قبولش نکرد. خلاصه این شاگرد را بیرون کرد از محفلش. دیگران آمدند برای اون شاگرد سفارش کردند، یک نفر، دو نفر، سه نفر، تا 20 روز، یک ماه سفارش کردند، تا بالاخره گفت بازم همون شرط، من از این بار میپذیرم او را که باید هر وقتی که خواستم امتحان بگیرم باید آماده باشه. این بار اون شاگرد قبول کرد و تعهد داد که من آماده بکنم. لذا از همون روز اول تا بهش درس میداد چنان میخواند که همین امروز اگر امتحان بگیره بتونم جواب بدم. هر روز آماده داشت. لذا فردا منتظر امتحان شد، پس فردا شد، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، هر چی میگذشت این آماده باشه کامل میترسید از همون اتفاق گذشته که یه وقتی کم نیارم استاد ناگهان امتحان بگیره. لذا استاد میدید که چقدر میخونه، همین برایش کافی بود. استاد نمیخواست امتحانش بگیره، هدف استاد همین بود که چیزی که من درس میدم خوب بگیره، خوب یاد بکنه. حال ببینید وقتی که تاریخ امتحان مشخص نباشه برای شما، هم تاریخ امتحان مشخص نباشه شما هر شب آمادگی میکنید، میگه یک هو وقتی که تاریخ امتحان مشخصه، فلان برج هست، فلان روز، خب همون روزا بچه میخونن درس، همون روز آمادگی میکنن. پس الله عز و جل علم قیامت را و علم حتی موت و اجل انسان را مشخص نکرده تا انسان همیشه چی باشد؟ آماده باشد. قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون. حکمتش این هست، حتی بالاترین بنده خدا نسبت به بقیه بندگان و خلائق، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، هم علمش را ندارد. و بعد می فرماید این ترقی از ما قبل است. اونجا می گفت که شما را سوال می کنند که انک حفی، و نحن درباره اون عالم هستی. شما بگو که قل انما علمها عند الله، علمش پیش خداست. قل لا املك لنفسی، اونجا گفت بگو علمش پیش خداست، پیش من محمد نیست. الان بگو من مالک نیستم برای نفس خودم نفع و ضرر را مگر اونچه که الله بخواهد. یعنی هر نفعی خدا بخواد میده، هر ضرری خدا میخواد میده. منظور اینه که علم قیامت به جای خود، من مالک نفع و ضرر خود حتی هم نیستم، نفع و ضرر من هم به دست خداست. و این ترقی از ما قبل از همونطور که عرض کردم. و نکته این نکته پنجم بود، ششم بود، هفتم، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. من غیب نمیدانم، اگر من غیب میدانستم لاستكثرت من الخير،
برای خودم خیلی از خیر جمع می کردم، منافعی را کسب می کردم، حاصل می نمودم. و ما مسنی السوء، و هیچ آسیبی، ضرری، رنجی، مصیبتی به من نمی رسید اگر من غیب می دانستم. و این را الله عز و جل در زندگی آن حضرت هم نشان دادند. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب می دانست، در جنگ احد از پشت خنجر نمی خورد، 70 نفر از بهترین یاران شهید نمی شدن، عموی مبارک مسله نمی شد، چنان شهید شدن که رسول الله دلش پر از غم شد. اگر غیب می دانست می تونست دفاع بکند. اگر پیغمبر غیب می دانست قسم نمی خورد که از این به بعد من عسل نمی خورم، عسل را بر خود تحریم نمی کرد، تا اینکه خدای عز و جل تذکر بده، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. اگر پیغمبر غیب می دانست هیچگاه قصد نمی کرد در آخرین سالهای زندگی، سال 9 هجری بعد از تبوک، قصد نمی کرد که بره در مسجد زرار، در مسجدی که منافقین بر علیه اسلام ساختند، بره نماز بخانه. گفت میام نماز میخوانم، اونا آمادگی کردند. الله دستور داد ای پیغمبر تو خبر نداری، لا تقم فیه ابدا، هرگز در این مسجد نرو نیست که این توطئه‌ای هست. اگر پیغمبر غیب میدانست امثال عبدالله ابن ابی و منافقین نمی آمدن، قسم نمی خوردن و با قسم پیغمبر را راضی نمی کردن. پیغمبر می گفت که باشه، درسته، شما درست میگید، گزارش اجتماعی هست. الله عز و جل آیه نازل میکنه، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواهی میده اینا دروغ میگند، اینا قسم میخورند. یحلفون بالله ان اردنا الا الحسنى والله یشهد انهم لکاذبون. لذا اینها تمام، پیغمبر حتی خودش متوجه نیست که فریبش میده. اینا دلیلم بر اینکه محمد رسول الله غیب نمیداند، این شکست نفسی نیست. در قرآن الله عز و جل نمیگه تو بیا تواضع بکن، اونجایی که لازم هست که خودش را معرفی بکند اونجا میگه که من پیغمبر خدا هستم، این انا الا نذیر و بشیر، من ترساننده هستم، من مژده دهنده هستم، من رحمت للعالمین هستم، و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر به عنوان رحمت برای عالمیان، انک لعلى خلق عظیم، دارای خلق عظیم هستی. اونجایی که نیاز به تعریف، تمجید اوصاف والا و کمالات است اونجا تعریف میشه. اینجا در بحث علم غیب ما بگیم که تواضع هست، نه خیر، تواضع نیست. قرآن عظیم الشان هیچ رو در بایستی ندارد، هیچ مسئله را مخفی نمی کند. لذا اون چه که قرآن میگه، عقیده این هست، ایمان این هست، باید ایمان هر مسلمان این باشه. وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم علم غیب نمیداند، بقیه انبیا از کجا میدانند؟ ائمه بزرگوار از کجا میدانند؟ اولیاء و صالحین، پیران و مشایخ از کجا میدانند؟ کسی غیب نمیداند. غیب صفت خداست. لذا وقتی که غیب نمیدانند، پس ما چرا صدا بزنیم و فریاد بزنیم کسی را که غیب نمیداند، از احوال ما خبر ندارد؟ باید عقیده را از قرآن بگیریم و هر چی که ما میگوییم، هر دعای میکنیم، هر فریادی میزنیم بر اساس آیه قرآن باشه، نه اینکه ما از گذشتگان خودمون شنیدیم. الله میفرماید که به اینها بگو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، بگو من مالک نیستم برای خودم، مالک نفع نیستم، مالک ضرر نیستم، مگر آنچه که الله بخواهد، یعنی آنچه که الله بخواهد به من نفع برساند، ضرر را از من دور کند. ولو كنت اعلم الغيب، و اگر من غیب میدانستم، لاستكثرت من الخير،
من بسیاری از خیر را جمع می کردم، منافع را جمع می کردم و ما مسنی السوء، و هیچ سوئی و هیچ رنجی هیچ آسیبی به من نمی رسید. ان انا الا نذیر و بشیر لقومی یؤمنون، نیستم من مگر اینکه ترساننده هستم و مژده دهنده هستم برای قومی که ایمان می آورند، اونها را مژده می دهم و می ترسانم از عذاب الهی. پس من جایگاه هم رسالت است، رسول الله هستم، پیغمبر خدا هستم، نه اینکه صفات الله را داشته باشم. سبحان الله، هو الذی خلقکم من نفس واحده. بعد از این الله عز و جل در رابطه با انسان و انعامات خودش بر انسان و ناسپاسی انسان بیان می فرماید. الله آن ذاتی است که شما را آفرید من نفس واحده، از یک نفس. اونطوری که عامه مفسرین تفسیر می کنند، اول عرض می کنم، از یک نفس منظور آدم علیه السلام هست. و جعل منها زوجها، و قرار داد از آن نفس همسرش را، یعنی حوا را، از وجود آدم و از جانب و پهلوی چپ آدم خلق کرد. لیسکن الیها، تاکه به او به وسیله او سکون و آرامش بگیرد. یعنی انسان به وسیله همسرش آرامش بگیرد. فلما تغشاها، اما زمانی که او را با او نزدیکی کرد، منظور از این به بعد آدم نیست، از این به بعد مطلقا انسان است که انسان را خدای عزوجل همسری داد. وقتی که با همسرش مقاربت کرد، تغشا تحت پوشش قرار دادن کنایه هست، کنایه از همخوابی هست. حملت حملا خفیفا، اون همسر حامل شد، حمل خفیف، ابتدا سبک بود، احساس نمی کردند که حامل هست. فلما اثقلت، وقتی که سنگین شد و احساس کردند بچه جنین بزرگ شد، احساس کردند مرد و زن که این زن حامل هست، دعوا الله ربهما، هر دو از خدا خواستند، دعا کردند اون اللهی که ربشان است، که بار الها لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر به ما فرزند صالحی دادی ما از بندگان شاکر میشیم. فلما آتاهما صالحا، زمانی که خدای عزوجل به اونها فرزند صالحی داد، جعل له شرکا، برای خدا شریک قرار دادن فی ما آتاهما، در آنچه که داد. شیطان آمد به اونها گفت که مثلا این فرزند را از فلان بزرگوار به شما داده، فلان ولی محترم به شما داده، لذا به سوی او نسبتش بدهید، بگو او به ما بخشیده، او به ما داده. چنانچه مشرکین بعدا فرزندان خودشون را به نام همون غیر الله نسبت میدادن، عبد ود، فرزند ود، عبداللات، عبد منات. لذا این بنده منات است، بنده لات است، لات به من داده. فتعال الله عما یشرکون، الله برتر است، بلند است از آنچه که شریک میگیرند. مردم ما هم البته قصدی ندارن، گاهی اسمهایی میگذارن که همین نتیجه در میاد. الله عز و جل فرزند میده، به زبان فارسی عرض میکنم، الله فرزند میده بعدن میگه که امام بخش، امام این را به من بخشید، پیر بخش، نبی بخش، ولی بخش، ولی خدا بخش، این خدا بهت بخشید، الله بهت بخشید، الله بهت عنایت کرد. لذا یا مثلا عبدالحسین، این بنده حسین است. بنابراین این هم همون درمیاد که خدا بهت داد. فلما آتاهما صالحا،
جعل له شرکا، برای او شریک میگیرن برای خدا. این ناسپاسی است. فتعال الله عما یشرکون، از آنچه که با خدا شریک گرفتن خدا برتر است، خدا بالاتر است، خدا را شریک برای خدا قرار ندهید. عرض به خدمت شما در رابطه با تفسیر این آیه اشاره کردم که مفسرین معتقدم، گرچه بعضی درست کردن یک داستان دروغین و اسرائیلی که اینها آدم و حوا بودند، خداوند بهشون فرزندی داد، تازه وقتی که حوا حامله شد شیطان آمد و گفت میخواهید که فرزند شما بماند، اسمش را بذارید عبدالحارس. حارس بوتی بود، بعدن اسمش را عبدالحارس گذاشتند. الله عز و جل ناراضی شد، تذکر داد به آدم و حوا، بعدن توبه کردند. علیعوذ بالله، معنیش اینه که این پیغمبر خدا، نبی خدا شرک کرد، در حالی که انبیا از گناهان صغیره هم معصوم هستند، چه برسد به این. لذا این نوع داستانهای اسرائیلی را باید به دیوار زد، باید به شدت رد کرد. اینها با عقاید قرآنی در تضاد و در مخالفت هستند. لذا این داستان داستان دروغینی هست. پس اصلش چیه؟ مفسرین میگویند که ابتدای آیه مربوط به آدم هست و بعدن مربوط به انسان مشرک است. ببینه، هو الذی خلقکم من نفس واحده، این نفس واحده آدم است، و جعل منها زوجها، بعدن از همون زوجش را الله پیدا کرد لیسکن الیه. فلما تغشا، از این به بعد آدم نیست، مطلق زوج زوجه است. یعنی بعدن وقتی که چون به تبع آدم، پشت سر آدم، به بقیه هم الله تعالی همسر داد از خودشون، از جنسشون، معنیش اینه. لذا وقال قوم ان هذا راجع الى جنس الادمیین والتبیین عن حال المشرکین. بعضی گفته این مربوط به جنس انسان هاست و از حال مشرکین اینجا خدای عز و جل بیان می فرماید، من ذریت آدم، از فرزندان آدم، که فرزندان آدم چقدر ناسپاس هستند که اونها را خدا فرزندی میده، اونها شرک میکنن. و هو الذی یعول علیه، این اون چیزی است که باید بهش اعتماد کرد، درستر همینه. و فقوله جعل له، یعنی الذکر والانثا الکافرین، یا الکافرین، برای خدا شریک قرار داده، یعنی همین مرد و زن کافر، نه اینکه آدم و حوا. و شیخ رحمه الله میفرماید به خاطر اینکه این شایبه پیدا نشه، اصلا اینجا بحث آدم و حوا نیست. هو الذی خلقکم من نفس واحده، مراد از نفس واحده مرد هست، مراد مرده که ای انسان ها، ما شما را من نفس واحده آفریدیم، یعنی پدر را خدای عز و جل سبب وجود شما قرار داد، هر کسی پدر خودش، مراد آدم نیست. و جعل منها زوجها، منها که بگیم از پهلوی چپ آدم، چرا این تعبیر را بکنیم؟ منها یعنی من جنسها، یعنی همه شما را از پدرانتون خدای عز و جل پیدا فرمود. و جعل منها، الله عز و جل باز از همون جنس انسان برایش همسری پیدا کرد. جنس انسان یعنی اون همسرش هم انسانه، همسرش حیوان نیست، همسرش جن نیست، این معناش، نه اینکه آدم. و جعل یعنی من جنسها، کما فی قوله تعالی جعل لکم من انفسکم ازواجا، یا والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی من جنسکم، معناش این نیست که همسران و زنان ما از وجود ما پیدا شدند، بلکه از جنس ما هستند، ما هم انسانیم، اونا هم انسانند. لذا این توجیه وقتی باشه هیچ نیازی به ذکر آدم نیست. اینجا خدا میفرماید و هو الذی خلقکم من نفس واحده، یعنی شما را خدا پیدا کرد، سبب ظاهری پیدایش شما، سبب حقیقی الله است، سبب ظاهری پدران شما هستند، من نفس واحده، یک نفر سبب شد شما به وجود
بیایید. بله، الله عز و جل بعدا سرزنش میکند این انسان مشرک را. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آیا شریک میگیرند آن چیزی را که نمیتواند خلق بکند چیزی را؟ یعنی خدایانی را که خدایان باطل که اونها مگسی حتی پیدا نمی کنند، پیدا نمی کنند هیچ، خودشون پیدا شده هستند، خودشون مخلوق خدا هستند، اونها را شما شریک خدا قرار میدید؟ پیر را، پیغمبر را، امام را، ولی را، صالح را، اینا خودشون مخلوق الله هستند. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آیا شریک خدا می سازند آنهایی را که لا یخلق شیئا، اونها شیئی را خلق نمی کنند؟ و هم یخلقون، خودشان هم خلق شدند. چطور اسم می گذاری امام بخش؟ امام خودش مخلوق نه خالق، او چطور می بخشد؟ نبی بخش، پیر بخش، این پیر، نبی، این خودشون مخلوق الله عز و جل است، اینها را الله خلق فرموده، اینها خالق نیستند، اینها مخلوقند. ولا یستطیعون لهم نصرا، خلق به جای خود اینها نمی توانند این بنده ها را نصرت بکنند. ولا انفسهم ینصرون، و نه اینکه آنها خودشان را یاری می کنند. حتی خیلی از اینها که مردم از اینها حاجت می طلبند، برای خودشون در دنیا مشکلاتی پیش آمد، نتوانستن از خود دفاع بکنند. حضرت زکریا که یهودی ها می گویند که صفات خدایی دارد، چطور بدون موسم و بدون وقت فرزندی را صاحب شد؟ خود حضرت زکریا نتوانست از خودش دفاع بکند، شهید شد. یهودی ها شهیدش کردند، حضرت یحیی فرزندش را شهید کردند، چندین پیغمبر از انبیاء الهی شهید شدند، امامان بزرگوار که مردم در حاجات از اونها کمک میخواهند، همه اینها شهید شدند و بسیاری از صحابه شهید شدند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شهید شد، حضرت عثمان شهید شد، حضرت علی شهید شد. اینها بهترین انسان ها بودند، اینها از خود نتونستند دفاع بکنند، اینها شهید راه حق شدند و به بهشت الله رفتند، بس اینها خودشون را نتونستند کمک بکنند. ما را چطور کمک میکنند که ما بگیم یا فلان تو من کمک بکن؟ ولا انفسهم ینصرون، اینها خودشون را نتونستند که یاری کنند. و ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، اگر اونها را شما اون معبودان را فریاد بزنید و بخوانید به سوی راه، اونها یک راهی اونها شما را دنبال نمی کنند، چون اونها از این دنیا رفتند. والمعنى ان هذا المعبود الذي يعبده المشركون، این معبودی که مشرکان عبادت می کنند، معلوم من حاله، از حالش معلومه که انه كما لا ينفع ولا يضر، همون طور که نمیتونه نفع و ضرر برسانه، فکذا لا یصح فیه اذا دعی الى الخیر الابتباع، همچنین صحیح نیست که بگیم هرگاه به هر خیری اون را بخوانیم او دنبال بکنند و دنبال اون خیر بیاد و ما را کمک بکنند، نمیتونند. بله، سواء علیکم، برادر است بر شما، ادعوتموهم، اونها را فریاد بزنید، ام انتم صامتون، یا شما خاموش بشید، اونا به داد شما نمیتونن برسند. اونا اگر صالح باشند، در عیش و زندگی اخروی خودشون دارند عیش و عشرت میکنند، اگر غیر صالح باشند که به حال خودشون گرفتار هستند. لذا الله میفرماید ان الذين تدعون من دون الله، بدون شک کسانی که شما آنها را فریاد میزنید به غیر از الله، تدعون ای تدعونهم، عباد امثالكم، انها بندگانی مثل خود شما هستند. ببین، بندگانی مثل شما هستند، اونها خدا نیستند، اونها بنده هستند. معلوم شد که مشرکین در گذشته هم بندگان خدا را صدا می زدند. بعضی هم می خوان که بگوین شرک فقط همینه که بت را عبادت کنیم، بت سنگی هست، چوبی هست، او از جنس دیگه هست، بت نمیتونه کاری بکنه، ولی صالحان میتونند، اولیا میتونند. نه، اینجا الله عزوجل بحث انسانها را مطرح میفرماید، اونها مثل شما بندگان خدا هستند،
انبیا بندگان الهی هستند. رسول الله با اون جایگاهی که دارد شما میخوانید اشهد ان محمدا عبده و رسوله، محمد بنده خداست، عیسی بنده خداست، همه کسانی که مردم اونها را فریاد میزنه اینا بندگان خدا هستند. بنده نمیتونه کاری بکنه، رب العباد کاری میتونه بکنه. لذا چرا مردم دچار انحراف شدیم؟ چرا راه را گم کردیم؟ راه را از قرآن بگیریم. الله می فرماید ان الذين تدعون من دون الله، همانا آنهایی که شما فریاد میزنید آنها را به غیر از الله، عباد امثالكم، بندهایی هستم مثل شما، فدعوهم، آنها را فریاد بزنید، فليستجيبوا لكم، آنها اجابت کنم برای شما، ان كنتم صادقین، اگر راست میگوید در ادعای الوهیت که اونها اله هستند، اگر راست میگوید فریادشون بزنید. الهم ارجل یمشون بها، آیا آنها پا دارن که راه برون بعد از اینکه از این دنیا رخصت شدند، فوت کردند؟ ام لهم ایدی یبطشون بها، یا اینکه آیا برای اونها دست هایی هست که بگیرند؟ ام لهم اعین یبصرون بها، آیا برای آنها چشم هایی هست که ببینند به وسیله آنها؟ ام لهم آذان یسمعون بها، یا اینکه آیا برای اونها گوش هایی هست که بشنوند؟ قل ادعوا، بگو آنها را شما بخوانید، قل ادعوا شرکاءکم، این امر توبیخی است، نه اینکه دستور میده اونها را فریاد بزنید، توبیخن میفرماید اون شرکایی که با خدا شریک قرار دادید اونها را فریاد بزنید. ثم کیدون، سپس بر علیه من محمد شما هر نقشه میکشید نقشه بکشید، فلا تنظرون، اصلا منو مهلت ندهید. لذا شما ببینید اونا میتونن کاری بکنند؟ نه خیر. پس اونها نمیتوانند کاری برای شما بکنند، دردی را درمان بکنند، مشکلی را حل بکنند. بنابراین باید کمک را از کی خواست، حاجت را از کی طلبید؟ ان ولی الله، همانا حامی من فقط و فقط الله است. این مدعا است. خوشا به حال اون انسان مؤمنی که فقط از الله حاجت می طلبد، در هر مصیبت، در هر مشکل، در هر لحظه اون الله را فریاد می زند. ان ولی الله، همانا حامی من، ولی و کمک کننده من الله است. الذی نزل الکتاب، اون اللهی که کتاب نازل فرموده. و هو یتولی الصالحین، و اون دوست صالحین است، ولی صالحین است، همه صالحان را حمایت می کند، همه صالحان را کمک می کند. اما اون خدایانی و اون معبودانی و اون آلهه‌ای که غیر از خدا شما می خوانید، اونا نمی تونن به شما کمک کنند. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم، آنهایی که شما میخوانید به جز الله، غیر از الله، من دونهی شامل همه پیغمبران میشه، همه اولیاء الله میشه، همه ائمه بزرگوار میشه، همه ملائکه و جنات میشه، همه دون الله هستند، خود الله که نیستند. والذین تدعون من دونه، آنهایی که شما میخوانید فریاد میزنید به غیر از الله، لا یستطیعون نصرکم، آنها نمی توانند نصرت کنند، شما را یاری کنند. ولا انفسهم ینصرون، و نه اینکه آنها خودشان را نصرت می کنند، خودشون را نتونستن نصرت بکنند. در بسیاری مواقع چرا برای انبیا مشکلات پیش آمد؟ حتی پیغمبر عظیم الشأن اسلام در جنگ احد سر مبارکش زخمی شد، دندان مبارکش شکست، بدن مبارکش پرخون شد، تا انسان بداند که اینها خودشون را نمیتونن یاری بکنن تا الله یاری نکند. لذا ولا انفسهم ینصرون،
اینها خودشون را حتی نمیتونند یاری بکنن. و این تدعوهم الى الهدى لا يسمع. لذا حال خطاب است برای رسول الله که ای پیغمبر من، اگر این کفار را که غیر خدا را میخوانند، این مشرکینی که از غیر خدا استمداد میطلبند، اگر شما اینها را به سوی هدایت و به سوی توحید فرا بخوانید، لا يسمعوا، اینها گوش نمی کنند. و این تدعوهم الى الهدى، خطاب للنبی و ضمیر هم للكفار، یعنی ای پیغمبر اگر آن کفار را بخوانی به سوی هدایت به سوی توحید، لا يسمعوا، نمی شنوند، کلمه حق را نمی شنوند. و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، میبینی نگاه میکنن به سوی شما و اما اونها نمیبینند، از دل نمیبینند، اونها فقط با چشم ظاهری میبینند. اما پیغمبر را خدا تسلی میده به خاطر این کفر و کفرگوییشان، شما معاف کن، فعلا سخت نگیر، خود العفو و امر بالعرف، عفو را بگیر و دستور بده به معروف به خوبی، و اعرض عن الجاهلی، یا امر به معروف کن، به نیکی ها اونها را راهنمایی کن و از بدی های اونها اعراض کن، و اعرض عن الجاهلی. خب گاهی انسان عصبانی میشه، علاج عصبانیت را الله بیان می فرماید. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر وارد بشه برای شما از جانب شیطان وسوسه، نزغ به معنی وسوسه، وسوسه کند از جانب شیطان، وسوسه وارد شود از جانب شیطان، وسوسه، علاج وسوسه اینه که به خدا پناه ببر. فاستعذ بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خیلی مردم مشکل وسوسه دارن، بهترین چیز فاستعذ بالله است، به خدا پناه ببر. هرگاه می آید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعضی وسوسه های عجیب دارن، میگه ما هرچی وضو میگیریم فکر میکنیم وضو نداریم، نه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تحویل نگیر شیطان را. یا اینکه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، هم بر دفع وساوس خیلی مجرب است. انه سمیع علیم، بدون شک الله عز و جل هر چیز را شنواست و هر چیز را داناست، علیم هست. این علت است. پس تو اگر به خدا پناه ببری، خدا میدوند و خدای عز و جل شما را از وسوسه شیطان نجات میده. ان الذين اتقوا، حال الله عز و جل صفت و حال متقین و مؤمنین واقعی را بیان میفرماید و برای اونها بشارت هم هست. ان الذين اتقوا، بدون شک کسانی که تقوا دارند، میترسند از خدا، از شرک دوری میکنند، از معصیت دوری میکنند. اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه به اونها برسد وسوسه از شیطان، طائف ضربه، عصبانیت، منظور همون وسوسه هست، تذکروا، ای تذکروا عظمت الله، فورا عظمت خدا را یاد میکنند. فاذا هم مبصرون، در این هنگام چشمایشون را باز می کنند، یعنی دنبال شیطان نمی روند، فریب شیطان نمی خورند. و اخوانهم یمدونهم فی الغی، و چه بسا برادرانشان اونها را می کشند به سوی گمراهی، غی گمراهی، سرکشی. ثم لا یقصرون، سپس اونها کوتاهی نمی کنند، اما اینها به طرف اونها نمی روند. و اذا لم تأتهم بآیت، حال زجر هست برای اینکه اینهایی که در محضر پیغمبر بودند، اینها چرا قبول نمی کردند، اینها چرا هدایت نمی شدند؟ چون اونها آیه مقترحه می خواستند، مطلوبه، می گفتند معجزه‌ای که ما می خواهیم. و اذا لم تأتهم بآیت، وقتی که شما نمی آورید ای پیغمبر من برای اونها آیه، منظور از آیه پیغمبر که خیلی آیات آورد، آیه مطلوبه، آیه مقترحه، خواسته اونها، قالوا لولا اجتبیتها، میگویند که چرا آن را انتخاب کردی،
یعنی این آیه را چرا اونچه که ما میگیم نیاوردی؟ یعنی اذا لم تأتهم بآیت من القرآن عند تراخی الوحی، اون چیزی که از قرآن اونها میخوام، میگم فلان چیز را بیار در برای فلان چیز برای ما بگو، تأخیر که میگه میشه دیر میآید، میگه لولا اجتبیتها، چرا اون را نیاوردی؟ چرا اون را انتخاب نکردی؟ ببینید پس همونطور که پیغمبران مختار آیات تکوینی نیستند، مختار آیات تشریعی هم نیستند. هر آیه‌ای که پیغمبر بخواهد نازل بشه نازل نمیشه. وقتی که پیغمبر میگه من فردا جواب میدم، 15 روز بعد میتونه جواب بده. پس آیات تشریعی هم در اختیار پیغمبران نیستند، ولایت ندارند بر آیات و بر شریعت، اون ولایتی که هرچی دلشون بخواهد انجام بدهن. نه، قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، در جوابشان بگو ای پیغمبر من جزی نیست که من پیروی میکنم، اتبع تابداری میکنم، پیروی میکنم، ما یوحى الی من ربی، آنچه که وحی شد به سوی من از جانب رب من. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. همین قرآن بصائر است، یعنی سبب روشنی هست، سبب علم و سبب آگاهی هست، سبب بصیرت است. بصائر من ربكم، از جانب رب شما. اگر میخواهید واقعا همه چیز را بدونید، علم برای شما ظاهر و منکشف بشه، همین قرآن کافی هست. و هدن، و این قرآن هدایت هست و رحمت هست. لقومی یؤمنون، برای قومی که ایمان دارند. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. الله عز و جل میفرما این قرآن سبب بیداری هست، سبب بصیرت هست، سبب آگاهی و سبب علم هست. لذا به این قرآن احترام بگذارید. این قرآن آدابی دارد. این قرآن یک کتاب معمولی نیست. این کلام الملوک، ملوک الکلام است. این ملوک تمام کلام های دیگه است. لذا از ادب این قرآن اینه که و اذا قرئ القرآن، هرگاه قرآن تلاوت میشه، قرآن خوانده میشه، فاستمعوا له، بس گوش کنید، استماع کنید برای آن قرآن. هرگاه هر کسی میخواند گوش کنید، شما نخوانید، شما اونجا سر و صدا هم نکنید. و انصتوا له، و انصتوا، و خاموش بنشینید، سخن هم نگویید، حرف هم نزنید. لعلكم ترحمون، شاید شما مورد رحم واقع بشید. یعنی گاهی از اشاره این آیه معلوم میشه گاهی انسان از ادب به جای میرسد. ادب این کلام را داشته باشید، احترامش را داشته باشید، مورد رحمت الله واقع بشید، مورد رحم واقع بشید. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر. و علاوه از قرآن، ذکر و یاد پروردگار، ربت را یاد کن در نفست، در دلت، با تضرع و خیفتا، با خوف. از ادب ذکر الله عز و جل تضرع هست و خوف هست، انسان بترسد، نه اینکه در وقت ذکر رقص بکند، برقصد. بعضی ها محفل ذکر را و ذکر خدا را بدنام کردند، چنان ذکر میکنند و چنان حرکت و ادا در میارند، چنان دست و پا و سینه خودشون را تکان میدن که گویا رقص میکنند، که انهم یرقصون. و بعضی بیدین ها هم هستند که روی همین کلیپی که از ذکر پخش شده یک موسیقی هم میگذارند، گویا اینها یک گروه موسیقی هستند، دارند می خوانند و می رقصند. این بی ادبی هست. کسی که خوف خدا در او باشد، نه صدایش خیلی بالا میره
که معلوم نیست گاهی صدای انسانه یا صدای غیر انسان است. صداهای عجیب و غریبی که انسان نمیدونه اسم خداست یا چیز دیگه هست. اینا همه بی حرمتی هست، اینها در شریعت نیست. کسی که میخواد خدا را ذکر کند، خدا را یاد کند، اون طریقش اینه. واذکر ربک فی نفسک، در دلت و احوال دلت چی باشد؟ تضرعا، در درونت تضرع و عاجزی باشد. ذکر رب العالمین، اون رب عالمین را داری میکنی، نهایت ادب، نهایت احترام، نهایت تضرع و خیفتا و خوف هم در دل، خوف بر وجود انسان حاکم باشد. خوف که نباشد انسان حرکات بیجا میکند. و دون الجهر، نزیاد بلند، یک مقدار ذکر جهری باشد به اندازه که خود انسان بشنود، چون انسان با یک نغمه خاصی ربش را وقتی که یاد میکند اثرات میخوایی بر قلبت باشد، خودت بشنو. و دون الجهر، نزیاد بلند. اینایی که بلا تشبیه و بلا نسبت عرعر می کنند، این ذکر نیست، این باید نامش را چیزی دیگه گذاشت. قرآن میگه و دون الجهر من القول، این سخنانی که با هم دیگه بلند بلند می کنی ذکر الله اینطور نباشه. الله بعضی می گویند، خیلی صدایشون را بلند می کنند. لذا الله را اینگونه ذکر کن، بالغدوف والآصال، صبح و شام، یعنی همیشه، نه اینکه در هفته شب جمعه شب ذکر است، شب چهارشنبه شب ذکر است. یعنی چه؟ فقط در یک شب میخوای خدا را یاد کنی؟ همیشه خدا را یاد کن، صبح شام، یعنی علی الدوام، نه اینکه صبح و شام فقط، علی الدوام خدا را یاد کن. ذکر کثیر که هر جا قرآن بیان میفرماید، بنده در تفسیر ذکر کثیر از کلام سلف عرض کردم، ذکر کثیر اینه که انسان در هیچ لحظه از ربش غافل نباشد. اگر زبانت مشغول کاری دیگه است، حرفی دیگه است، بازم دلت به خدا است، خدا را در نظر داری هر لحظه. و وقتی که بیکاری، باز او به زبان می آید و ورد زبان تو است. نه اینکه فقط شب جمعه ذکر بکنیم، نه، همیشه بالغدوف والآصال. ولا تكن من الغافلين، از غافلان مباش. این ذکر که غفلت در وجودت نباشد. لذا الله عز وجل می فرماید هم قرآن خوانده میشه قرآن بخوان، و هم قرآن که خوانده میشه سکوت کن، و هم الله را با این طریق یاد کن. و الله عز وجل ترغیب میده، میگوید یک جماعت بسیار مقدس، جماعت پاک، جماعت معصوم، اونها همیشه خدا را ذکر میکنن، تو هم جزء اون جماعت قرار بگیر. ان الذين عند ربك، همانا کسانی که نزد رب تو هستند. بعضی گفتن مراد ملائکه هستند. ملائکه چطور نزد رب هستند؟ مراد از عندیت قرب مکانی نیست. شما فکر نکنید که ملائکه در آسمان استقرار دارند، دوربر عرش استقرار داره، اونها از نظر مکان به خدا نزدیک تر هستن. نه، همون اندازه که ملک به خدا نزدیکه، تو هم به خدا نزدیک هستی، تو که اینجا در زمین هستی. الله مگه نفرموده که اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیک هستم؟ خدا به اندازه 500 هزار سال فاصله از ما نیست، بگیم اونجا در آسمان ما اینجا هستیم. نه خیر، کی گفته این را؟ الله عز وجل از این شهرک به تو نزدیکتره. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. پس مراد از این عند ربک، نزد پروردگار، از نظر مکانی نیست، بلکه از نظر مرتبه و جایگاه هست. چون که اینها بندگان عبادت گزار پروردگار هستند، نزد الله جایگاه دارند، تو هم میتونی از اونها باشی، از اونها باشی که با خدا قرب داری، با خدا خیلی نزدیک هستی، در صورتی که همیشه با یاد الله باشی شب و روز، دلت بیار باشد.
لذا مراد از عندیت این هست. علامه آلوسی فرموده و هذا على جهت تشریف لهم، این را که الله فرموده عند ربک بر جهت شرافت به اونها، عزت اونهاست. و انهم بالمکان المکرم فهو عبارتهم عن قربهم، بله یعنی اونها در یک جایگاه مکرمی هستند، پس این عبارت از قرب اونهاست، در کرامت در بزرگی با خدا نزدیکند، چون قرب خدا را به سبب عبادت حاصل کردن. لا فی المسافه، از نظر مسافت نیست، این عبارت قرطبی بود. آلوسی میگه فالمراد من العندیه القرب من الله بالزلفا والرضا، مراد از عندیت قرب خدا هست از نظر تقرب، از نظر اینکه خدا راضی هست. پس این میتونه اختصاص به ملائکه داشته نباشه، اونهایی که قرب خدا دارند انبیا هستند، اولیا هستند، ائمه هستند، صالحان هستند، مشایخ و پیرانی که واقعا بر مسیر حق و شریعت هستند، اینها قرب خدا دارند. و ببین صفات اینها چیه؟ ان الذين عند ربك، همانا آنهایی که نزد رب تو هستند، یعنی قرب الله دارند، نزد پروردگار هستند از نظر مرتبه و جایگاه، لا يستكبرون عن عبادته، آنها تکبر نمی کنند از عبادت الله، همیشه الله را عبادت می کنند، سجده می کنند، و یسبحونه و با زبان. اولا لا یستکبرون عن عبادته، اصلاح عقیده هست از نظر اعتقادی، اونها بر این باور هستند که بهترین عبادت عبادت رب است. و از نظر زبان و یسبحونه و او را تسبیح میگویند. و از نظر عمل و جوارح و عرض کنم که بدن، وله یسجدون، فقط و فقط او را سجده می کنند. کسانی که عربی بلد هستند می دونند که اینجا وله یسجدون ما باید بگیم فقط و فقط. چرا؟ اصل عربیش اینه که و یسجدون له یا یسجدون لله، او را سجده می کنند، ولی لام را له را مقدم کرد، و وقتی که این مقدم بشه یعنی جار و مجرور، معنای حصر میده، معنای حصر یعنی فقط او را سجده میکنن نه غیر او را. پس اگر میخواهی قرب خدا حاصل کنی غیر الله را سجده نکن، بر این قبر و بر اون آستانه بوسه نزن و جبین نیاز بر زمین ننه، سجده برای اون اللهی بکن که تو را خلق فرموده. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، همه سجده ها برای الله است، یا مکان های سجده برای الله است، فقط برای الله، لذا با خدا کسی دیگر را نخوان، برای کسی دیگه سجده نکن، برای کسی دیگه کرنش نکن، وله یسجد. پس اینجا سه تا توحید بیان شد، توحید اعتقادی لا یستکبرون عن عبادته، توحید زبانی و یسبحونه، توحید عرض کنم بدنی وله یسجدون. مؤمن کامل همینه، هم در اعتقاد فقط عبادت را برای خدا بداند، و هم در زبان ذکر و تسبیح و عبادت و فریاد و ندا را فقط برای الله بداند، و هم در عمل سجده و رکوع و طواف و اینها را فقط برای الله بداند. این مؤمن واقعی. صدق الله العظیم.